بازم خوش آمدین. تشکر از اینکه تال با ما هستین. در این بخش برنامه میزبان هستیم که همیشه مهمانداری کردن، همیشه در آسمان ها بودن و بله چای صبحشان در دبی بوده، نان چایشان در دهلی بوده، نان شبشان در استانبول بوده. بله، شما مطمئنن که شناختین آقای میرویس زمینی و بانو سومن نورستانی همراه ما هستند، مهماندار هستند در یکی از شرکت های هوایی و بیشتر در مورد مهمانداری خودشان صحبت میکنیم و امروز اینکه ما چی گونه از اینا میزبانی میکنیم بیشتر صحبت خواهد کردیم رویش. خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر آقای امینی، با نورستانی خوش آمدین. صبح شما بخیر، صبح همه هموطنان ما عزیز ما بخیر، سال نو و بهار نو برای شما و تمام بینندگان خوب تلویزیون یک مبارک باد میگم. انشالله که یک سال خوب، خوش، صحتمندی تا هم با امنیت کامل در افغانستان داشته باشه میشه. بخیر باشه. بسیار تشکر و بانو سومن خوش آمده، نوروزتان مبارک باشه. سلام و سلامتی، سلام و صبح بخیری خدمت شما، خدمت ملت غیور افغانستان و سال نو همتان مبارک. شما بخیر باشین. از آقای سید میرویس اجازه بگیریم که از بانو سومن شروع کنیم. بفرمایید. چرا نه؟ از بانو سومن بشنویم آغاز نوروزشان چگونه بوده، سال 98 سال 98 برتان چگونه گذشت، سال پرکار بود، سال چگونه یک سال بود برتان؟ خیلی سال پر دستاورد بود. بسیار. من آمدم در شرکت هوایی آریانا، شرکتی که خانواده دومم شد و خیلی سخار میکنم. خیلی سال خوب بود و روز اول سالم هم با فامیل خود سواری کردم، چون متاسفانه ویروس که آمده باید که در خانه های خود باشیم. خدا همیشه قرنطین داشته باشیم و در خانه های خود بیرون هم نشیم، اما متاسفانه هموطن های ما را دیروز پریروز دیدیم که در سرک ها و جاده ها و مکان های تفریحی رفته بودن و با هم تجلیل کردن سال نو و نوروزه. آقای امینی از شما چی گونه گذشت؟ شما رفتید با دوستات تجلیل کردید؟ خوشبختانه متاسفانه بگویم از روز اول سال نو در پرواز اشتراک داشتم، رفتم به پرواز هرات و برگشتیم و بعد از او هم فقط جایی که رفتم پیش پدر و مادر ما بود و دیگه توصیه های وزارت صحت عامه افغانستان، مراکز صحی را کاملا مد نظر گرفتیم به خاطر مسئولیت خود و به خاطر مسئولیت دوستا و فامیلای ما، فقط در خانه نشستیم و برنامه ها را نگاه کردیم. بسیار خوب. خیلی من غلط کردم که گفتم تنها در چای صبحشان در دهلی است و نان چایشان در استانبول است و نان شبشان هم در یکی از کشورهای دیگه است. یگان بار در ولایت هم میشه که چای صبحشان؟ بله بله. نه، شما کاملا درست گفتین، منتها شرایط فعلی که آمده امی مسئله ویروس کرونا، اکثرا پروازهای بین المللی قطع شده به او خاطر، وگرنه گپ شما کاملا دقیق است. ما بعضا چای صبح در میدان هوایی نوشیدن میکردیم، نان چاشت به فضای ایران و یا نان شبم باز به استانبول. همینطوری بسیار خوب، پروسه جریان داشته. بسیار خوب. از بانو سومن بشنویم در رابطه با کارهایشان، ای که از 98 آغاز کردن تا فعلا چقدر تجارب گرفتن، خاطراتی هم دارن از مهمانداری. این خاطرات خوب و ناخوب میباشد، خاطرات خوبش از شما بشنویم. یکانه خاطری که همیشه در ذهنم است، ما سفر داشتیم به هند. وقتی که دوباره مسافر خود گرفتیم که به افغانستان ما بیاییم، یک خانم که سنشان کمی بالاتر بود میشه گفت که من حیث مادر ما بودن، وقتی که ما را دیدن نزدیک بود که ما را در آغوش بگیرن، چون گفتن که ما وقتی که به کشور خود میاییم شکر که شما را داریم. یعنی ما وقتی که دری صحبت کردم، اول خیلی فکر میکردن که من شاید که یک خارجی باشم. وقتی که دری صحبت کردم خیلی خوش شدن، گفت شکر که شما را میبینم و هم تنهای عزیز خودم میبینم. بسیار خوب. راستی هم ما به شرکت های هوایی خارجی بعض سفرهایی که داشتیم در کشورهای دیگه دیده، مهماندارایشان طرف میبینن و هیچ چیز گفتن نمیتونی. خب بالاخره بسیار کم صحبت کنی یا اونا صحبت هم نمیکنن، برخوردش مثل هموطنهای خود ما نیست دیگه. بالکل
مطمئنن و نباید هم باشه چون او هم وطن ما نیستک. منتها در شرکت های هوایی داخلی وقت سفر میکنی، وقت مهماندارای بسیار خوب ما را میبینی، واقعا انگیزه میگیری و خیلی خوشحال میشیم که شما را داریم. افتخار بسیار بزرگ هستین بر ما. آقای امینی، میخوایم از شما بدانم که یه خاطره جالب تان شما از پرواز قصه کنید. اولین بار که پرواز کردید ترسیدین؟ در نیمه اوا نگفتید که لطفا بیاین پایین شوین دیگه که ما میخوایم پایین برم دیگه، بس از دعوا نمیشه؟ خیلی پرواز سفر کلن خاطرات خوب و کمتر خراب میداشته باشه، ولی بیشترشان خاطره خوب است، خصوصا سفرهایی که رسمی باشه و سفرهای سیاحتی. ما هم اولین باری که با آریانا تقریبا نوجوان بودم که شامل شدم، خیلی از سفر کرده شب قبل از سفر به من سخت بود، تا صبح بسیار به سختی خوابم رفتم یا نرفتم، کل آمادگی ها را گرفته بودم، باید یک پروسه سخت امتحان عملی را پشت سر میگذاشتم در داخل طیاره، شروع از پرواز تا ختم پرواز، و خوشبختانه که به موفقیت هم سپری شد. خیلی جالب بود و نوجوان بودیم، میشنیدیم که دبی چطور یک جای است، آرزو داشتم یک روز برم دبی و از فضا دبی ببینم چطور یک جایی است که همگیش به واقعیت مبدل شد. بله، یا خاطرات همیشه خوب است، انشالله که امیدواریم همگی از وظایفشان خاطرات خوب و شیرین داشته باشد. بسیار خوب، از بانو سومن بشنویم روحیه دادن برای مسافران که اولین بار است تیاره می آیند پرواز می کنند. چه خبرتان سخت است؟ خب قرار سخت هم نیست، چون ما امروشون صحبت می کنیم. مثلا پروازی که ما دیروز داشتم طرف قندهار بود، یک خانم بود که تنها بودن و یک طفلک خیلی خرد داشت. وقتی که داخل طیاره شد اول طفلک خیلی گریان میکرد، من رفتم موره خواستم که آرام بسازم. در هوا، در جریان هوا ما تربلانس داشتیم، تکان طیاره. وقتی که خانم بعد از تکان طیاره رفتم پیش خانم، بهشان گفتم که حالتون چطور است، خوب است؟ گفتم که شما هستین، حالم خوب است. و اونقدر ترس نداشتن و ما بیشتر مسافرای ما را که میبینم نام خدا خیلی هم تو یک روحی قوی میاین داخل طیاره. بسیار خوب. یکی از قصه ها را شنیدم از یکی از مهماندارا، از دوستای ما بود، گفتن آوازخان نامش را میگیریم، فرزانناز گفت به طیاره آمد، مرا گفته که مرا شناختی که من کیستم؟ گفتم بله، شما فرزانناز هستید، شناختم تا من میخواییم در بزنس کلاس بشینم. گفت یه تکت شام بزنس نبود؟ گفت ما گفتم بیا خیر است، هنرمند ماستی، بیا بشینین در بزنس کلاس بشینین. میگه بسیار روی زشت کردی تو، گاهی وقت شده که یکی از چهره های مطرح حتی گفته بودش که خودت دزد هستی و موبایل ما دزدی کردی، تو وقت شده که شما هم گاهی وقت یکی از مقامات بسیار بلند حکومتی یا از چهره های مطرح افغانستان امرایتان زشت رویه کده باشه؟ نه خیر، من یادم نمیایم، ولی هموطنهای عزیز ما در بخش اکونومیک هستن، بعضی اوقات از دیلی پرواز کم نارام میشن و ما بهشان میگیم مثلا در زمستان هوا وقتی که سرد میباشه یا برفی میباشه، طبعا که بعضی اوقات میدان به چند ثانیه چند دقیقه بند میباشه، ما وقتی که برشان تشریح میکنیم باز اونا دوباره راحت آرام سر جایشان میشینه، ولی بیشتر باید بهشان گفته شوه و ما طبعا برشان میگیم و اونا قناعت میکنن، قبول میکنن. بسیار خوب، از آقای امینی بشنویم در رابطه با و در رابطه با پروازهایی که شما می داشته باشین، این پروازهایی که داشتین قبلا هم کدام کشور از یاد دوست دارین که همیشه دوست دارین پرواز کنین و از طبیعتش، از بودن در اونجا لذت ببرین؟ بیشتر از 20 کشور جهان خوشبختانه توسط پرواز آریانا ما دیدیم، سفر کردیم. کشورها همگیش خصوصیات خودشان داره، اما آنچه که به سیاحت خصوصا با فامیل برای ما بسیار جالب بود ترکیه بود. که از هر لحاظ مناسب است و جاهای دیدنی زیاد. دیگه دبی و اینجا هم شهر تجارتی است و بسیار مدت کم اگر باشه خوب است، اما بیشتر به اونجا سخت است. ما حتی یک شرایط کاری داشتیم حدود 7 سال پیش، یک جای رأس الخیمه میگه یکی از ایالات امارات متحده عربی است، بسیار با یک هتل مجلل بودیم با یک فضای عالی، اما 7 روز دیر شد
روز هشتم خیلی بابا سخت میگذشت که حتی مجبور بودیم پیش تلویزیون بشینم گیه کنم. هیچ جای افغانستان نمیشه برای ما و شما. افغانستان شدن جایگاه خودش رو داره. یقینا افغانستان یک مملکت است که ما دوستش داریم. اگر دوستا و وطنداران ما از افغانستان رفته به یک از کشورها، همیشه گلم کانال بکتاش یوسفزایی یکی از آشنای بسیار خوب ما چکاوک باند حال در ترکیه است، اما همیشه زنگ میزنه میگه یک بار دیگه افغانستان بیایم، دیگه هیچ آرزویی ندارم. اگه نی آرزو داشت یک بار دیگه بره از افغانستان، حال می یک بار پس دوباره بیایم. از سال نو قصه کنید، آیا در سالهای نو گذشته ها در نوجوانی ها را قصه میکنید؟ گاهی وقت شده که ماشاءالله جوان هستن دیگه. ها نوجوانی دیگه، نوجوانی را قصه میکنید. در نوجوانی ها گودی پرانبازی کرده باشه؟ این سوال است که من همیشه از مهمان های میخوایم بپرسم. بدون شک هر جوان و هر نوجوان علاقه های خودشان به بعضی بازی ها می داشته باشند و بیشتر چیزهایی که زیاد در سالهای نو و نوروز ها دیدیم و در بزکشی ها زیاد اشتراک کردیم، در مجالسشان دیدیم، ولی گودی پران بازی بله خاطرات بسیار خوب دارم و یک بار همی دست مرا این تار گودی پران خیلی بریده بود. فکر کنم آخرین باری بوده باشه که من گودی پران بازی کرده باشم. خیلی باز بیشتر پسانترا از تارای موچی را استفاده میکردیم که دیگه دست مرا نیست. نه خب یک کار میکردید بسیار ساده، در گودی پران بازی اشتراک میکردید اما چرخه میگرفتید، چرخه گیری میکردید دیگه. چرخه گیری رو متاسفانه اونم نگرفتیم و نمیگیریم. دوست ما چرخه گیر نیست، چرخه گیری رو بلد نیست. هر کس را که میپرسیم میگه که من گودی پرانباز خوب است، من تا چرخه گیر نه. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم. سلامت باشین، جور باشین. از شما تشکر که وقت گذاشتین، ما رو دعوت کردین تا حال و هوای پرواز آگاه شوین، از قصه هایی که در پرواز رخ میتوا گوشه. و تنها چیز دیگه ای که میخواستم اگر اجازه شما باشه و از این که ما هم در خدمت هموطنان ما هستیم در این شرایط سخت و دشواری که پیش آمده، خداوند انشالله به زودی ویروس کرونا را از افغانستان هم چند تایی هم که هست گم کنه و ما به پروازهای ما به خاطر مسافرین ما این را میخواییم که بگوییم تمام آمادگی ها و مواد های ضد عفونی بسیار قوی که از کمپانی یانشتن در فرانسه قرار داره، آریانا که یک شرکت دولتی و ملی دولت و از من و شما است، اونا را آماده ساخته. تمام مسافرینی که قبل از پرواز داخل طیاره بشن تمام دستایشان با اونا پاککاری میشه. مسافرین ما، مسافرین آریانا توصیه شدن که همیشه ماسک داشته باشن داخل طیاره تشریف بیارن. بخش صحی آریانا تمام امکانات را گرفتن قبل از ورود مسافر تمام داخل طیاره با اون مواد ها ضد عفونی میشه، یعنی فردا یا پس فردا شما اگر با پرواز آریانا جای سفر داشتین میتونین کاملا به خاطر آرام در طیاره ما پرواز بکنین و هیچ ترس و هراس نداشته باشین. بسیار تشکر از شما و آخرین صحبت های بانو سومن را می داشته باشیم در استودیو سلام زندگی. گفته های شما، ما آرزو میکنم که یک صلح سر تا سری در کشور ما بیایم و همچنان ویروسی که همه کشورها را تمام جهان به تشویش ساخته امی بخیر دور شوه که خداوند همه ما را راحت بسازه، اصابای ما را. بسیار تشکر از شما، همیشه موفق باشین، پروازهای خیلی عالی داشته باشین به کشورهای خیلی متفاوت. تشکر از شما، سال خوب و خوش داشته باشین. و فراد بگو تکنه وقفه میگیریم دوباره برمیگردیم.